به شما شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. شنوندگان عزیز، به یکی دیگر از برنامه های آشنایی با کتاب مقدس خوش آمدید. در این سری از برنامه ها با هم بخش هایی از کتاب مقدس را مطالعه کرده و میهمان برنامه نیز سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان نیز باشد مطرح می کند. در این برنامه ها کشیش سیامک امین منصور ضمن این که به سوالات پاسخ می دهد ما را در درک بهتر کلام خداوند که در کتاب مقدس به رشته تحریر در آمده است یاری می کند. همراه با شما عزیزان کتاب مقدس را ورق می زنیم و امید که خداوند ما و شما عزیزان را دانش و برکت عطا کند. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز با هم به مطالعه مزامیر 67، 68 و 69 خواهیم پرداخت. در مزمور 67 می‌خوانیم که سراینده خداوند را برای محبت عظیم او سپاس می‌گوید. با هم به آیه‌های 1 تا 7 از این مزمور که سرود سپاسگزاری است گوش می‌دهیم. خدایا بر ما رحم کن و ما را برکت بده و نور روی خود را بر ما بتابان و همه مردم راه تو را بشناسند و قدرت نجات بخش تو بر همه ملت‌ها آشکار گردد تا ای خدا تمام مردم تو را بپرستند و ستایش کنند تا تمام ملت‌ها شادمان باشند و از خوشی بسرایند زیرا که تو مردم را با عدالت داوری می‌کنی و آنها را هدایت می‌نمایی تا ای خدا تمام مردم تو را بپرستند و ستایش کنند زمین محصول خود را به بار آورده است و خدا خدای ما را برکت داده است خدا ما را برکت داده است که همه مردم در همه جا او را احترام نمایند بر اساس آنچه که در این مزمور آمده، خداوند اراده کرده است تا همه انسانها پیام نجات بخش را شنیده، دست از گناه برداشته و به سوی خداوند بازگردند. وقتی که ما در کتاب مقدس داستان قوم اسرائیل را می‌خوانیم، این بدین معنا نیست که خداوند فقط و فقط به قوم اسرائیل توجه دارد و تنها این قوم نجات خواهند یافت. از همان ابتدا خداوند به ابراهیم وعده داد که تمامی انسانها را به خاطر ابراهیم و ایمان خالصانه او به خداوند برکت دهد. اما قوم اسرائیل انتخاب شدند تا حضور خداوند را در پیشاپیش خود در هنگام گذر از مناطق مختلف بیابان احساس کرده و نوع جدیدی از رابطه با خداوند را تجربه کنند. آنها در شرایط مختلف گرفتار گمراهی شده و هر بار موسی و دیگر رهبران قوم اسرائیل که هدایت این قوم را بعد از مرگ موسی بر عهده گرفتند به حضور خداوند دعا کرده و برای قوم تقاضای بخشش می کردند. خداوند نیز به خاطر دعای این ایمانداران بوده است که هر بار از مجازات کامل قوم اسرائیل خودداری می کرد. خداوند اراده کرده بود تا قوم اسرائیل به عنوان سمبل و نشانی از نوع رابطه خداوند با قومش برای تمامی انسانها سرمشق باشند. به همین خاطر هم هست که ما با نگاه کردن به داستان این قوم در میابیم که چگونه خداوند همیشه به وعده های خود عمل کرده است و تا چه حد ما انسانها به گمراهی متمایل می شویم و خداوند و وعده های او را به فراموشی می سپاریم. حال با هم به آیه های 1 تا 10 از مزمور 68 گوش می دهیم. البته این مزمور شامل 35 آیه می باشد. موسی و قوم اسرائیل صندوق پیمان خداوند را همان گونه که در کتاب اعداد مطالعه کردیم بر شانه های خود حمل می کردند. داوود نیز بر اساس آنچه که در کتاب دوم سموئیل آمده است به همراه ایمانداران به خداوند صندوق پیمان را به اورشلیم باز می گردانند.
داوود در این مزمور که از سروده های او می باشد، این مراسم را در قالب شعر بیان می کند. در این مزمور بار دیگر می خوانیم که خداوند نجات را شامل حال تمامی انسانها خواهد کرد. اما لازمه نجات این است که انسانها به گناه خود اعتراف کرده و دستهای خود را به سوی خداوند قدوس گرفته و تنها از او تقاضای بخشش کنند. او نیز به وعده های خود عمل کرده و نجات را شامل حال ایشان خواهد کرد. بنابراین تنها این قوم اسرائیل نیستند که نجات پیدا می کنند، بلکه تمامی انسانها از هر نژاد و هر نقطه ای از این دنیا می توانند که به گرد میز خداوند جمع شده و از سفره رنگینی که خداوند بر این میز برای همه آماده کرده است بهره ببرند. خدایا برخیز و دشمنانت را پراکنده ساز. آنانی که از تو نفرت دارند از درگاه تو بگریزند. مانند دودی که در برابر باد محو می شود آنان را پراکنده ساز. همچنان که موم در برابر آتش آب می شود، گناهکاران در پیشگاه خدا هلاک می شوند، اما نیکوکاران خوشحال می شوند و در حضور خدا سرفراز می گردند و فریاد شادی بر می آورند. برای خدا سرود بخوانید و نام او را بستایید. برای او که بر ابرها سوار است با آواز بلند بسرایید. نام او خداوند است، در پیشگاه وی شادی کنید. خدا که در بارگاه مقدس خود می باشد، پدر یتیمان و دادرس بیوه زنان است. آوارگان را سر و سامان می دهد و اسیران را با شادمانی آزاد می کند، اما گردنکشان را آواره بیابان می سازد. ای خدا، هنگامی که قوم خود را در بیابان هدایت می کردی، زمین لرزید، از آسمان باران بارید و کوه سینا از هیبت حضور تو ای خدای اسرائیل به لرزه در آمد. ای خدا، تو باران فراوان بر زمین فرستادی تا آن را شاداب و سرسبز گرداند. قوم تو در آن ساکن گردید و ای خدا، تو از رحمت خود حاجات نیازمندان را برآوردی. در آیه 20 در این مزمور 68 آمده است که خدای ما خدای نجات دهنده است. خداوند خدای ما، ما را از مرگ می رهاند. آیا این بدان معناست که ما واقعا نخواهیم مرد؟ البته که هر کسی خواهد مرد. این بدان معنا نیست که ما با ایمان به خداوند از این قاعده و قانون آزاد خواهیم شد. این ایمان به خداوند باعث خواهد شد تا مرگ پایانی برای ما نباشد، بلکه ما زندگانی جاوید داشته باشیم. عیسی مسیح خداوند بارها خطاب به شاگردان خود فرموده بود که ایمان به او حیات ابدی را نصیب ایمانداران خواهد کرد. خداوند ما را از نزد خود، از بهشتی که در آن زندگی می کردیم، بیرون راند. این دوری از جوار خداوند مجازاتی بود که انسان می بایست به خاطر آلوده کردن خود به گناه دریافت می کرد. ما در جوار خداوند حیات داشتیم. با دور شدن از جوار خداوند و آلوده بودن به گناه، مرگ بر ما چیره شده و ما در این نبرد مداوم همیشه مغلوب مرگ خواهیم بود. اما خداوند فرزند یگانه خود را فرستاد تا نهایت عشق خود به ما انسانها را نشان بدهد. او اجازه داد تا عیسی مسیح که بیگناه بود، به خاطر گناهان ما بر روی صلیب کشته شود. آنگاه با خون او ما از قید گناه و آلودگی نجات یافته و قادر خواهیم بود به جوار خداوند بازگردیم. این حیاتی جاودانی است که عیسی مسیح به ما وعده اش را داده است و تنها راه نجات و تنها راه بازگشت به آغوش خدای پدر، ایمان و اعتقاد به این قربانی خداوند و پیروی از عیسی مسیح است. او خود میگوید که هر کس به او ایمان بیاورد حیات خواهد داشت و این حیات و زندگانی جاوید خواهد بود. به همین خاطر هم داوود به ما وعده می دهد که خداوند ما را از مرگ نجات خواهد داد. مرگ پایانی برای ما نخواهد بود، زیرا که خداوند خود ما را به جوار خود خواهد خواند.
بر اساس آنچه که در کتاب دوم پادشاهان آمده است، ملکه سبا از جنوب آفریقا به اورشلیم می آید تا هدایایی را به پرستشگاه خداوند تقدیم کند. او که در مورد پادشاهی عظیم سلیمان و دانش و اطلاعات او بسیار شنیده بود، به نزد سلیمان می آید تا همه آنچرا که او به عنوان برکتی از طرف خدای سلیمان به او می دانست با چشمهای خود شاهد باشد. در کتاب اعمال رسولان که در بخش عهد جدید به مطالعه آن خواهیم پرداخت و داستان رشد کلیساهای اولیه می باشد، می خوانیم که در اورشلیم در پرستشگاه خداوند مردمان بسیاری از دیگر نقاط جهان به این شهر می آمدند و در مراسم پرستشی شرکت می کردند. در اورشلیم آن زمان حتی مردمان زیادی از سرزمین امپراتوری پارس حضور داشتند. حال با هم به آیه های 1-3 از مزمور زیبای 69 گوش می دهیم. این مزمور نیز به مزمور مسیحی یا مسیحایی موسوم است. هرچند که داوود سراینده این مزمور می باشد، ولی آیه هایی که خواهیم شنید توصیفی از آخرین لحظات زندگی مسیح بر روی صلیب می باشند. خدایا جانم به لبم رسیده است، مرا نجات ده. در گرداب مشکلات فرو رفتم و نزدیک است که از پای درآیم. در آبهای عمیق غرق می شوم و سیلاب به بالای سرم رسیده است. از ناله خسته شده و گلویم خشک شده است. در انتظار کمک تو چشمانم تار گردیدند. بعد از آنکه عیسی مسیح را بر روی صلیب میخکوب کردند، او لبهایش خشک شده بود و کسی نبود که او را سیراب کند. آنها که محافظت محکومین مصلوب شده را بر عهده داشتند، اسفنجی را به سرکه آغشته کردند و بر دهان عیسی زدند. او پدر را به یاری خواند و فریاد زد که پدر، چرا مرا رها کرده ای؟ این مزمور اشاره به این تجربیات مسیح دارد. او بر روی صلیب گرسنگی، تشنگی و درد نیزه و درد تنهایی را بر خود گرفت تا به جای ما بار گناهان را بر دوش بکشد و او این گونه با مرگ خود بر روی صلیب بهای آزادی ما از قید مرگ و گناه را پرداخت کرد. ایمان به آنچه که او بر روی صلیب برای ما انجام داد و قبول آن زندگانی جاوید را از آن ما خواهد کرد. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.